با درود به شما بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو تلویزیون های ایران فردا و آیدیا این اندیشکده جهانی، من سیروز کنگرلو هستم و خوش آمدید به تالار همبستگی 109 همراه با مهمانی خاص با اطلاعاتی بسیار زیبا و من اسمون رو میذارم ناگفتنی ها، جناب آگری اسماعیل نژاد. و گفتگوی این هفته ما پیرامون تحلیل همه جانبه شرایط ایران و منطقه در میانه انقلاب مردم ایران هست. یک توضیح کوتاه خدمتتون میدم. برنامه تالار همبستگی این هفته با نام ویژه برنامه بی پرده که مدتی است روی اون داشتیم کار میکردیم که به بهترین نفع با همکاری چرک نویس میدیا اون رو بتونیم اجرا بکنیم تحت همین نام، یعنی تحت نام بی پرده، تا صحیح ترین بهترین خبرها و تحلیل ها رو برای شما همراه با آگری عزیز داشته باشیم. و از آگری عزیز میخوام که درود داشته باشه به بینندگان عزیز تا برنامه را بیاغازیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما آقای انگلوی عزیز و همچنین بینندگان عزیزتون. امیدوارم برنامه خوبی با هم دیگه داشته باشیم. سپاسگزارم. گفتش که چون اساس زمانه گشت درست، عدل و ظلم اندران تعین جست. جذب و دفعی به روی کار آمد، چرخ و اجرام آشکار آمد. وان که از عدل و راستی و نظام، بود بیرون در افتاد از بام. هر که جز راستی نمود نماند، هر چه بیرون ز عدل بود نماند. عرضم به حضور شما که متاسفانه ما شاهد این هستیم که حملات شیمیایی به مدارس دخترانه در سال جدید با آغاز سال تحصیلی باز ادامه پیدا کرد و گزارش مسئولیت ده‌ها دختر دانش آموز در عرض فقط 3 روز از بازگشایی مدارس، در حالی است که در سال گذشته این مسائل رو ما دیدیم و دست کم 130 دبستان و دبیرستان هدف حملات شیمیایی قرار گرفتن. جدای از این، یک چنین حملات زنجیره‌ای گسترده که هنوز هم عاملان آن شناسایی و دستگیر نشدن فقط میتواند توسط خود حکومت انجام شده باشد. و زمستان سال گذشته مردم ایران در شهرهای گوناگون در اعتراض به ادامه دار شدن این حملات شیمیایی در تظاهرات جمهوری اسلامی رو حکومت بچه کش خطاب کردم. توضیحی که من همیشه قبل از پرسش میدم و در اینجا میدونم که خوشحال خواهید شد که آگری عزیز اطلاعات بیشتری در خطاب میذارن، در همینجا من برمیگردم میرم به سوال، مسئله رو کوتاه میکنم. جناب آگری عزیز، پرسش اول اینه که چرا مدارس دخترانه در حمله های شیمیایی هدف قرار داده میشه؟ نقش آتش به اختیار در حملات شیمیایی چیست؟ و اساساً آیا میتونیم اون حملات رو از جنبه امنیتی تحلیل بکنیم؟ و آیا رابطه بین بیانیه های مربوط به حجاب اجباری و حملات شیمیایی رو میتواند چه رابطه داشته باشد؟ از شما میشنویم. ببینید، برای اینکه بگیم چرا حملات شیمیایی به مدارس دخترانه میشه، باید یه مراجعه بکنیم به اینکه نگاه اسلام سیاسی، یعنی اون شاخه از اسلام که در اواخر قرن 19 شکل گرفت و خوانشی جدید از تاریخ اسلام بود و معتقد به این بود که باید اسلام یک حکومت مختص به خودش رو داشته باشه، نگاه اسلام سیاسی به زنان چیه؟ اسلام سیاسی یکی از اهدافش اینه که جامعه رو به شکلی هدایت بکنه که این جامعه، افرادی که در جامعه هستن، در زندگی پس از مرگ به بهشت برون. موضوعی که هم در نوشته های سید قطب دیده میشه، هم در حتی حسن روحانی رسما اعلام کرد در دور دوم ریاست جمهوریش که ما با زور شلاق نمیتونیم مردم رو به بهشت ببریم. حالا این مسئله چرا مهمه؟ از این دیدگاه مهمه که حتی شما اگه سوال اولین سرود جمهوری اسلامی هم نگاه کنید،
جمهوری اسلامی بیت اول سرودی که تحت عنوان سرود ملی تلقی می شد، اولین سرودش میگه شد جمهوری اسلامی به پا، هم دین دهد هم دنیا به ما. یعنی اینا برنامه شون اینه که جامعه رو به شکلی مدیریت کنن که در فردای پس از مرگ اکثریت افراد جامعه به بهشت برون. بر این اساس جامعه رو بر مبنای گناه، حرام و حلال اداره می کنن. در نگاه حرام و حلال و در نگاه و در اون سازمانی که سازمان فکری که گناه رو تعریف میکنه، زنان یکی از سرچشمه های گناه هستند، علل خصوص جسم زن، به طوری که ابن تیمه پدر همین اسلام سیاسی ها، حالا از خمینیسمش تا طالبانیسمش، اعلام کرده بود که در یک نوشتهش هست که زن مانند یک گوشته که اگر ازش محافظت نشه فاسد میشه. اینا نگاهشون به جسم زن به این شکله که این جسم سرچشمه گناهه، و وقتی سرچشمه گناهه به این معنیه که در یک حکومت اسلامی میتونه سرچشمه یک چالش بزرگ باشه برای دستاوردی که حکومت اسلامی دنبال اونه. و شما نگاه هم بکنید در تابستان گذشته، حالا من دقیقا زمانش رو یادم نیست، اما هیبت الله اخوندزاده مسئول طالبان اعلام کرده بود که ما مسئول نان مردم نیستیم، بلکه مسئول اینیم که مردم رو به بهشت ببریم. در واقع حکومت اسلامی از جنبه توسعه، از جنبه اقتصاد، از جنبه دموکراسی و از هر جنبه انسانی که ما بخوایم بهش نگاه بکنیم، جنبه حقوق بشر، حتی از جنبه دین، یعنی اگه بگیم مثلا در جمهوری، اگه جمهوری اسلامی نبود مردم ایران مثلا حس دینیشون کمتر میشد یا بیشتر میشد، از همه این جنبه ها شکست خورده. تنها اهرامی که در دست داره اینه که بخواد با همین زندگی جهان آخرت بازی بکنه و کلاه سر انسانهای معتقد بذاره. بر همین اساس تنها اهرامی که در دستش مسئله گناهه و جسم زن هم به عنوان سرچشمه گناه تلقی میشه، و بر همین اساس جسم زن به یک پدیده امنیتی تبدیل میشه. شما توجه بکنید اینجا مانند نگاه مردسالاری نیست. در نگاه مردسالاری جسم زن ضعیف تلقی میشه یا جسم دوم یا جنس دوم تلقی میشه. در این نگاه جسم زن خطرناک تلقی، و این یک مسئله بسیار مهمیه. بر همین اساس ما وقتی که اتفاقات حملات شیمیایی به مدرسه دختران شروع شد، تقریبا مطمئن بودیم که فردی که داره این حملات انجام میده یک گروه یا یک جریان اسلامی که حالا میشه رادیکالش رو لازم نمی کنه بهش اضافه کنیم، همه اینایی که به این اسلام سیاسی اعتقاد دارن به این مسئله اعتقاد دارن. در مرحله بعدی ما با یه موضوع دیگه هم روبرو هستیم، نمونهش رو خیلی داریم، و اون اینه که سیاست گروه های اسلامی در تقریبا 50-60 سال اخیر که قدرت گرفتن و در معادلات سیاسی کشورهای متفاوت حضور داشتن، بدین شکل بوده که معمولا یک خلأ امنیت ایجاد کردن، در پس اون خلأ امنیت تلاش کردن به افکار خودشون ترویج بدن. این یه مسئله بسیار مهمیه. جمهوری اسلامی همین سیاست رو در عراق پیاده کرد و تونست از این طریق بعدها هشت شعبی رو به عنوان یک گروه وابسته به خودش مقبول نشان بده. در سوریه همین کار انجام داد. در سوریه پس از اینکه مطمئن شده بود نمیتواند حکومت بشار اسد سرپا نگه دارد، با حضور یه عده از گروه های تندرو اسلامی که بعدها جبهت النصره و داعش نام گرفتن، اینا به خلای امنیت ایجاد کردن، چالش های امنیتی برای منطقه حتی برای کشورهای متفاوت ایجاد کردن، و بدین شکل در پس این چالش های امنیتی جمهوری اسلامی توانست هم سرکوب های بشار الاسد رو لاپوشانی بکنه و هم این که اون جنایت هایی که در سوریه انجام میشه به پای داعش نوشته بشه. همه قبلا هم ما مثلا در
افغانستان، در کردستان عراق در 1998 گروه هایی داشتیم که اینا برای اینکه مردم رو مجبور بکنن حجاب رعایت بکنن تلاش میکردن که دست به اسید پاشی بزنن. این دفعه ما در خود ایران هم در دهه 90 داشتیم که در اصفهان حداقل 4 مورد اسید پاشی بوده که هیچ کدوم از کسایی که بهشون اسید پاشیده شده پروندهشون به جایی نرسیده و حتی کسی هم سر این مسئله دستگیر نشده و میدونیم که اون اسید پاشی هم بعد از سخنرانی امام جمعه وقت اصفهان انجام شده بود. مجموعه اینا ما رو به این قناعت میرسونه که این کاری که داره انجام میشه با توجه به اینکه کسی هم تا الان سرش دستگیر نشده و تمام مدارس دخترانه هم از دوربینای مدار بسته برخوردارن و به صورت 24 ساعته دارن ورود و خروج ها رو کنترل میکنن، گمانی در این نیست که این کار رو جمهوری اسلامی انجام داده. بچه‌هایی که در چرک نویس کار میکنند تحقیقات وسیعی رو انجام دادن که ببینن خب این کاری که انجام شده یا این کاری که احتمال بسیار زیادی داره جمهوری اسلامی انجام داده باشه کدوم گروه کدوم جریان میتونه پشت آن باشه. حالا بعد تحقیقات زیادی که انجام شد متوجه شدن که سپاه قدس یک شاخه داره به اسم شاخه 520. بیشتر این شاخه نقش حفاظتی داره، یعنی نقش حفاظت سپاه قدس رو بر عهده داره، مانند مثلا حفاظت نیروی انتظامی و ای که اماکن خونده میشه یا حفاظت سپاه پاسداران. بعد این شاخه جز از کسایی تشکیل شده که به مراتب رادیکالتر هستن از بقیهشون و احتمال این داده میشه که این گروه در این کار دست داشته باشن. بسیار خوب آقای، میدونم که صحبتت میتونه ادامه داشته باشه ولی میتونیم در فرصت بین پرسش یک و دو یا در فرصت دو میتونیم ادامه بدیم. خب میدونید که بهمن ماه سال گذشته به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران حمله شد که باکو اون رو تروریستی دونست و سفارت رو در ایران بست. بنابراین به اندازه کافی روابط جمهوری اسلامی و جمهوری آذربایجان در ماه گذشته و به ویژه بعد از ماجرای حمله مسلحانه به سفارت آذربایجان در تهران و کشته شدن رئیس تیم امنیتی سفارت تیره و تار شد. اما از قبل که جنگ شش هفته‌ای جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه ناگورنو-قره‌باغ در پاییز 1392 هم یکی دیگر از عوامل درگیری جمهوری اسلامی با کشورهای دیگه بود، چرا که در این 44 سال حکومت اسلامی ثابت کرده که در همه چیز میخواد مداخله منفی داشته باشه. حالا اما ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در روز آدینه 11 فروردین ادعا کرده که صحبت‌های وزیر امور خارجه اسرائیل مبنی بر توافق با وزیر امور خارجه آذربایجان در مورد تشکیل یک جبهه متحد علیه ایران مدرکی از تصمیم اسرائیل برای تبدیل خاک جمهوری آذربایجان به پایگاهی برای تهدید علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی است که البته وزارت دفاع آذربایجان اینطور پاسخ داده که مایه خنده است که این اتهام از طرف مقام نظامی ارشد کشور علیه جمهوری آذربایجان مطرح میشه که خودش حامی تروریسته و نامش در کشورهای مختلف با ترور گره خورده. در واقع رتب خورده منع رتب کی کند. از طرفی هم پیمان ابراهیم اکورد نشانه فصلی نو در خاورمیانه و بازتابی از تغییرات بنیادین در منطقه طی 10 سال گذشته و تصمیم امارات برای عادی سازی روابط با اسرائیل بسیاری از مناسبات رو تغییر داد. اما در اینجا پرسش این هست که جناب اگری چه تفاوتی بین حضور اسرائیل در قفقاز و حضور و روابط اسرائیل با کشورهای عربی وجود داره؟ از شما میشنویم. بعد از اینکه کشورهای حالا بلوک شوروی از هم جدا شدن و اعلام استقلال کردن در سال 91 و پس از اون که به یک آرامش نسبی رسیدن، یعنی اکثرا از سال 93 به این طرف به یک آرامش نسبی رسیدن، اسرائیل بدون استثنا با همه آنها از جمله آذربایجان، از جمله ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان،
و گرجستان ارتباطات وسیعی برقرار کرد و بر و بعضی از این کشورها هم توانست رابطه های اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی وسیعی رو تعریف بکنه. این مسئله از یه جنبه برای اسرائیل مهم بود و اون این بود که در سال 1979 که سادات با اسرائیل سازش کرد و به قول همون پیمان کمپ دیوید اجرا شد، بعد از اون عملا جمهوری اسلامی حالا که اومد سر کار در پس انقلاب سال 1979 در تلاش بود مسئله فلسطین رو از یک مسئله عربی به یک مسئله اسلامی تبدیل بکنه. و این کشورهای مانند آذربایجان، ترکمنستان، قرقیزستان اینا که کشورهای اسلامی هستند، برای اسرائیل مهم بود که با این کشورها ارتباط برقرار کنه و جلو برای اینکه این از این مسئله جلوگیری کنه که مسئله فلسطین به یک مسئله اسلامی تبدیل بشه و همون در همون قالب مسئله عربی بمونه. اما جمهوری اسلامی جدا از این مسئله برای اسرائیل، مسئله دوم هم که مهم بود این بود که جمهوری اسلامی در پس مرزهای اسرائیل حضور داشت، گروه حزب الله رو تشکیل داده بود، بعدها حماس رو تشکیل داده بود، جهاد اسلامی رو حمایت میکرد و همه اینا وضعیتی رو ایجاد کرده بود که خب اسرائیل برای اینکه بتونه کارت بازی بیشتری در دست داشته باشه علیه جمهوری اسلامی تلاش کنه که در مرزهای ایران حضور پیدا بکنه. اما نوع حضوری که اسرائیل داره با نوع حضوری که جمهوری اسلامی در کشورهای عربی داره بسیار متفاوته، کشورهای همسایه اسرائیل داره بسیار متفاوت. نوع حضوری که اسرائیل داره در کشورهای برای مثال همین آذربایجانی که شما ازش بحث کردید، در آذربایجان مردم آذربایجان موفقیتی رو که در جنگ قره‌باغ به خودشون دیدن به حساب کمک نظامی میگذارن که اسرائیل و ترکیه به اونا کرده و یعنی نوعی نگاه مثبتی دارن به حضور اسرائیل در کشورشون. رابطه‌های اقتصادی وسیعی دارن به طوری که مثلا بخشی از سهام شرکت مخابراتی آذربایجان توسط اسرائیلی‌ها خریداری شده، یعنی یک فرد اسرائیلی و یک کمپانی اسرائیلی در اونجا حضور داره. یا در گرجستان مثلا ارتباطات بسیار وسیع امنیتی دارن به طوری که یکی از شاخه‌های اصلی سازمان امنیتی اسرائیل در خارج از کشورش در گرجستان قرار داره. اینا ارتباطاتیه که هم به دولت این کشورها و هم به مردم این کشورها کمک میکنه و به نوعی ارتباطات هم متکی بر ارتباطات همسطحه و ارتباطات اقتصادی هم پس اون هست، به طوری که مثلا در همین الان مسئله این مطرحه که اسرائیل با به آذربایجان کمک کنه که تا در زمینه امنیت سایبری بتونه از خودش محافظت بکنه. اما حضور ایران در همسایگی اسرائیل، شما ببینید سوریه، حالا از سال 2011 همه میدونیم که جمهوری اسلامی عامل اصلی کشتارهایی بود که در سوریه اتفاق افتاد و مردم سوریه واقعا از حضور جمهوری اسلامی متنفرن. در عراق از سال 2019 به این طرف مردمان شیعه، یعنی ما قبل از 2019 داشتیم اعتراضات وسیعی رو علیه حضور جمهوری اسلامی در عراق، ولی اون اعتراضات رو در واقع سنی ها و بخشی از مردم سکولار عراق انجام میداد، اما این اعتراضاتی که از 2019 به این طرف انجام میشه جوانان شیعه این اعتراضات انجام میدن علیه حضور جمهوری اسلامی، در حالی که قبل از این 2019 حضور جمهوری اسلامی برای شیعه ها یک حضور خوشایندی بود و احساس میکردن که این داره ازشون دفاع میکنه در برابر گروه های دیگری که در عراق حضور دارن، ولی الان برعکس شده به طوری که حتی گروه های وابسته به جمهوری اسلامی هم جرئت نمیکنن بگن چقدر به جمهوری اسلامی نزدیکند. بعد در لبنان هم ما میدونیم آن چیزی که مسبب
وضعیت کنونی لبنان شده، از انفجاری که در بیروت صورت گرفت، از خلأ دولتی که تقریبا نزدیک به 6 سال طول کشید، 6 تا 7 سال طول کشیده، همه و جنگ های بی موردی که با اسرائیل انجام میده و هزینه‌اش رو دست مردم میذاره، همه این مسائل وضعیتی رو ایجاد کرده که همه میدونیم که اینا در واقع حاصل رقابت ایران با عربستان در اونجاست، یا حاصل رفتارهای حزب الله است که یک گروه وابسته به جمهوری اسلامی است. کما اینکه در تظاهرات لبنان هم جوانایی که به خیابان اومده بودن، یک دفعه نصرالله خواست بگه که من به نوعی با شما هستم، که فرداش جوانها شعار دادن کلو، یعنی کلو نصر الله منه، این مفهومی که نصر الله بخشی از این افراد فاسدیه که این جوانها خواهان تغییرشون هستن. پس حضور جمهوری اسلامی حضوری مخرب بوده، حضوری با بر اساس ترویج خشونت بوده، حضوری بوده که معمولا اقتصاد رو به محاق برده، و ولی حضور اسرائیل حضوریه که تونسته هم به دولت‌های مستقر کشورهای قفقاز کمک بکنه و هم اینکه به مردم کشورهای قفقاز هم از این حضور ناراضی نیستن. اما حداقل ما میدونیم که بخش زیادی از مردمان لبنان، عراق و سوریه از حضور جمهوری اسلامی ناراضی هستند و این حضور را در راستای منافع خودشون نمیدونن. سپاسگزارم عزیز. البته چند پرسش برای من پیش اومد، اینو در انتهای برنامه اگر وقتی یادم باشه حتما من از شما سوال خواهم کرد. خب ببینید، میدونیم که میخوام جهت صحبت رو ببریم به یک سمت هم مرتبط هم شمولتر. دشمنی جمهوری اسلامی با اسرائیل در 44 سال گذشته کسی پوشیده نبوده، اما اخیراً به دلایل مختلف این استکاک‌ها و تنش‌ها دوباره اوج گرفته که در آخرین موارد اون، در حالی که به تازگی تحت یک حمله تروریستی در یونان علیه اماکن اسرائیلی خونسا شده و رسانه‌های اسرائیلی جزئیات جدیدی از اون رو منتشر کردن، بنیامین نتانیاهو اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران مسئول 95% از تهدیدهای امنیتی علیه اسرائیل است. اما اونهایی که میخوان به اسرائیل آسیب برسونن بدانن که نهایتاً خونشان گردن خودشان است. اما مسائل رو اگر در کنار تهدیدهای دائمی رژیم اسلامی، کشمکش‌های دو کشور بر سر روابط با کشورهای منطقه، پرونده هسته‌ای ایران و غیره بگذاریم، مشخص میشه که تا رژیم جمهوری اسلامی بر سر کار باشه این دشمنی هم ادامه خواهد داشت. اما باید دید کدوم یک تا حالا توانستن دیگری رو بهتر کنترل کنن. به نظر شما با توجه به حضور ایران در کنار مرزهای اسرائیل و حضور اسرائیل در مرزهای ایران، کدام کشور در زمینه فشار به دیگری موفق تر بوده؟ از شما میشنویم. مسلماً پس از صلح ابراهیم اسرائیل موفق تر بوده. چرا؟ ببینید، من میخوام بینندگان شما و جامعه ایران به این مسئله توجه بکنه. ما در ناسیونالیسم عرب بعد از جنگ جهانی دوم یک دشمن در کانون این ناسیونالیسم عرب بود که اسمش اسرائیل بود، و از کشورهای شمال آفریقا تا کشورهای حاشیه خلیج فارس، همه اینا به نوعی با این کشور در تضاد و در تقابل بودند. حالا بعضیاشون باش مستقیما جنگ می جنگیدن، بعضیاشون هم نمی جنگیدن، اما به نیروهایی که علیه اود می جنگیدن کمک می کردن. به طوری که سال 79 بعد از عادی سازی رابطه بین مصر و اسرائیل، ما می دونیم مصر حتی از اتحادیه عرب اخراج میشه و برای سالها اجازه نمیدن که جزء اتحادیه عرب باشه. اما الان این دشمن مرکزی کدوم کشور؟ بعد از صلح ابراهیم و بعد از اتفاقاتی که به نوعی کشورهای دیگر عربی جز کشورهای امارات و بحرین، مثلا سودان، تلاش کردند که مراکش با اسرائیل رابطهشون رو عادی سازی کردند، و حتی کشورهایی مانند سعودی
که در شرایط کنونی به نوعی به عنوان برادر بزرگ در جامعه عربی شناخته میشه، اجازه رفت و آمد هواپیماهای اسرائیلی را از آسمان خودش داد که این مسئله در واقع نوعی به صورت دو فاکتو به رسمیت شناختن اسرائیل یا تلاشی آغازین برای عادی سازی رابطه با اسرائیل. این کشوری که داره جای اسرائیل رو پر میکنه ایرانه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مشکلات جهان عرب الان به چه صورته؟ یکی از مشکلات جهان عرب لبنانه، یکی از مشکلات دیگرشون عراق، یکی از مشکلات دیگرشون یمنه، یکی از مشکلات دیگرشون سوریه است، یکی از مشکلات دیگرشون جنگ‌های بی‌پایانیه که در آفریقا، در شمال آفریقا در میان. در تمام این مشکلاتی که هست، جمهوری اسلامی یا مستقیما حضور داره یا عامل اصلیه که داره از امنیت، از ایجاد امنیت در این کشورها جلوگیری میکنه. ما دو تا تجربه، یک موضوع رو داریم که باید به این مسئله توجه بشه. همین رفتار رو ترکیه در فاصله 2017 تا 2020 تلاش کرد انجام بده. یعنی ترکیه در فاصله 2017 تا 2020 با استفاده از گروه هایی که بهش نزدیک بودن در لیبی در اونجا حضور داشته باشه، از قطر حمایت کرد در برابر کشورهای عضو شورای خلیج فارس، اما اینا خیلی زود علیه ترکیه ایستادن، تحریم های اقتصادی رو علیه ترکیه انجام دادن. در سال 2020، اواخر 2020 که کنفرانس سران جی 20 در عربستان انجام می شد، البته به صورت مجازی به خاطر این که دوران کرونا بود انجام شد، آقای اردوغان حداقل دو بار در سخنرانیش که در این کنفرانس به صورت مجازی حضور داشت، ملک سلمان پادشاه سعودی را برادر بزرگ خواند و این وضعیتی رو ایجاد کم کم رابطهشون عادی شد، به طوری که الان که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، تقریبا چهار هفته پیش، یک ماه پیش، سعودی ها برای اینکه از سقوط ارزش لیر جلوگیری بکنن قرار گذاشتن که 5 میلیارد دلار در بانک های این کشور سرمایه گذاری بکنن. یعنی جهان عرب اینو قبول نمیکنه که کشوری خارج از خودش در اونجا دخالت بکنه، و اگرم کشوری خارج از خودش در اونجا در این جهان دخالت بکنه، مسلما جای اسرائیل رو میگیره در اون نگاهی که ناسیونالیسم عربی نسبت به کلمه عدو یا دشمن داره، و اینو جمهوری اسلامی گرفته، این جایگاه رو گرفته، به طوری که ما بارها از تحلیلگران عرب، از کسانی که در شرق الاوسط می نویسن، از کسانی که در العربیه می نویسن، ما می بینیم و می شنویم که این جمهوری اسلامیه که کانون همه بحرانهای عرب رو داره ایجاد می کنه، داره تشدید می کنه، داره تشویق می کنه، و این یک وضعیت بسیار خطرناکیه، هم برای ما مردم ایران وضعیت خطرناکیه و هم برای صلح منطقه. اما جمهوری اسلامی دست از این کار بر نمی داره و این میتونه در آینده هم خطرناکتر باشه. ولی شما الان بیاید اسرائیل رو مقایسه بکنید. اسرائیل در همین چند روزی که با هم دیگه داریم صحبت می کنیم، آخرین مرحله رو از با امارات گذروندن که بتونن شهروندانشون بدون ویزا به کشورهای همدیگه سفر بکنن. این یک اتفاق خیلی مهمیه. ببینید، ما رابطه مصر و اسرائیل رو از 1979 عادی شده بود، ولی حتی رفت و آمد یک هواپیما هم از قاهره به اورشلیم میتونه یک جنجال بسیار بزرگی داره در مصر ایجاد بکنه.
اما الان ما میبینیم میلیاردرهای اماراتی میرن در اسرائیل در سرمایه گذاری میکنن، خصوصا در زمینه حالا به قول حوزه های گازی که در مدیترانه اسرائیل کشف کرده، و میلیاردرهای سعودی اسرائیلی میان در امارات سرمایه گذاری میکنن. اینا این نوع یک تفاوت بسیار بسیار مهمیه. بعد ما حتی میبینیم کش این نمایندگان وابسته به جمهوری اسلامی که احساس کرده بودند جامعه عراق یه نگاه مثبتی داره نسبت به اسرائیل پیدا میکنه، بلافاصله رفتن قانون تصویب کردن که عادی سازی با رابطه با اسرائیل یک مسئله چیزه، یه مسئله ممنوع غیر قانونیه. اما واقعیتش اینه که الان عادی سازی رابطه با اسرائیل نماینده های جمهوری اسلامی در پارلمان عراق غیر قانونی اعلام کردن، ولی تو خیابون های بغداد دارن میگن بغداد عراق یا بغداد، حالا هر دوتاشو میگن، آزاده و جمهوری اسلامی باید بره بیرون. یعنی این یه مسئله عادی نیست. در لبنان هم به همین شکل، در لبنان هم حتی نخست وزیر قبلی آقای نفتالی بنت که در اسرائیل نخست وزیر بود، ایشون اعلام کرده بود که اگر حزب الله حضور نداشت و مردم لبنان از حزب الله وحشت نداشتن، مسلما توافق می‌کردند که به صلح ابراهیم بپیوندند. ما می‌دونیم در یک سال گذشته دولت لبنان با اسرائیل بر سر تعیین مرز به توافق رسیده، در حالی که این مسئله جز مسائلی بود که جمهوری اسلامی خواهان اون نبود، و تحت عنوان اینکه این منطقه مرزی که اسرائیل درخواست اونو میکنه منطقه مرزی که دارای نفت و گازه، بر همین اساس تلاش میکرد چالش بندازه سر راه دولت لبنان. اما واقعیتش اینه که دولت لبنان با اسرائیل سازش کرد و مردم لبنان هم هیچ واکنشی از خودشون نشان ندادن. همه این مسائل به ما نشون میده که حضور جمهوری اسلامی در کشورهای عربی، علل خصوص در کشورهای همسایه عراق، از طرف مردم این کشورها، ببخشید اسرائیل، از طرف مردم این کشورها حضوری توفیلی آساز، حضوری سربار، حضوریه که واقعا براش ارزشی قائل نیستن و اینو تحلیل علیه خودشون میدونن، اما مردم جهان عرب دارن با حضور اسرائیل در کشورهای خودشون سازش میکنن. و چه حتی ما میتونیم امیدوار باشیم که در سالهای آینده با توجه به سرمایه گذاری هایی که بحرین و اسرائیل، امارات و اسرائیل آغاز کردن، در سالهای آینده ما میتونیم امیدوار باشیم که این نوع سازش ها زمینه یک صلح پایدار در خاورمیانه رو ایجاد بکنه. من یک نکته رو میخوام در آخر به این اشاره بکنم. دولت بحرین که جمهوری اسلامی رو یک تهدید علیه خودش میدونه، آماده شده با اسرائیل قرارداد امنیتی ببند، در حالی که به جد دولت بحرین جمهوری اسلامی رو جز عواملی میدونه که امنیت این کشور رو میخوان به هم بزنن. پس مطمئن باشید تفاوت ماهوی تفاوت زیادی هست بین آن چیزی که اسرائیل در منطقه میخواد و آن چیزی که جمهوری اسلامی در منطقه میخواد، و مردم عرب و مردم منطقه هم این تفاوت رو درک کردن. به همین اساس من فکر میکنم آینده بیشتر به نفع اسرائیل هم هست. درود بر شما، سپاسگزارم. خب سران جمهوری اسلامی اصرار دارن که توافقشون با عربستان سعودی میتواند یک بحرانی برای اسرائیل باشه و غافل از این که حتی بنیامین نتانیاهو معتقد است این توافق منجر به انگیزه برای رابطه بیشتر اسرائیل با عربستان میشه. نکته جالبی. از طرفی بسیار از تحلیلگران پیش بینی میکنن که توافق جمهوری اسلامی و سعودی ها پایدار نخواهد بود، و حتی در جریان هستید که
صبح پنجشنبه 30 مارس برابر با 10 فروردین بعد از مهمانی سفرهای کشورهای اسلامی در سفارت جمهوری اسلامی در بغداد، وزارت دفاع سوریه اعلام کرد که جنگنده های اسرائیل به مناطقی در نزدیکی دمشق حمله کردند که البته مقامات جمهوری اسلامی بارها ادعا کردند که اقدامات نظامی در سوریه را تحمل نخواهند کرد، اما در عمل نتوانستند هیچ کاری برای مقابله با آنها انجام بدن. مقامات امنیتی جمهوری ببخشید مقامات امنیتی اسرائیل هم میگن که جمهوری اسلامی به اسم کمک های بشردوستانه برای زلزله زدگان تسلیحات نظامی به سوریه و لبنان منتقل میکنه و یکی از موارد اختلاف بین تهران و ریاض هم همین دخالت حکومت ایران و در واقع سپاه در امور کشورهای عربی منطقه است. با شرح این مسائل جناب اگری، آیا توافق ایران و عربستان میتونه بحرانی برای اسرائیل ایجاد بکنه؟ همچنین بفرمایید که تأثیر روابط آذربایجان با اسرائیل بر ایران چه خواهد بود؟ از شما میشنویم. این که بگیم میتونه بحرانی برای اسرائیل ایجاد بکنه، جواب من نه. چرا نه؟ به این دلیل که عربستان همین الان که داره با چین ارتباط برقرار میکنه، داره با روسیه ارتباط برقرار میکنه، داره با سعودی ارتباط برقرار میکنه، کل این روابط ببخشید با آمریکا داره ارتباط برقرار میکنه، یعنی از نوع ارتباطاتش رو تعریف میکنه. کل این رابطه هایی رو که در دو سال گذشته دولت سعودی از خودش نشون داده، حکایت از این داره که دولت سعودی دنبال اینه یک سیاست غیر ایدئولوژیک رو پیگیری بکنه، در مسائل نفتی به روسیه نزدیکه، هم در همان وقت در مسائل امنیتی به یک همپیمان آمریکاست، در مسائل اقتصادی به یک همپیمان چین تبدیل میشه. پس انتظار اینو نباید داشته باشیم که فردا اگر روابط جمهوری اسلامی و سعودی سطحش هم تغییر کرد و پیشرفتایی هم به خودش دید، این روابط مسبب این بشه که سعودی بخواد مثلا رابطهشو با اسرائیل عادی سازی بکنه یا عادی سازی نکنه. برای سعودی عادی سازی رابطه اسرائیل از دو جنبه میتونه مهم باشه. یکیش اینه که اینا خودشون در همون بیاننامه‌ای که در ریاض منتشر کردن در سال 1991 اعلام کردن که شرط عادی سازی رابطهشون با اسرائیل اینه که دولت فلسطین از طرف اسرائیل به رسمیت شناخته بشه، یک دولت مستقل. و دومین چیزی هم که هست اینه که سعودی یک کریدیت خاصی در جهان اسلام داره و این کریدیتو آسان هزینه نمی کنه برای اینکه رابطهشو با اسرائیل عادی سازی بکنه، هم یعنی هم کریدیت جهان عربیش و هم کریدیت جهان اسلامش مسبب این میشه که شرط ها و شروط ها در برابر اسرائیل بذاره که باش سازش بکنه و اون و این در واقع در این معادله جمهوری اسلامی نه تنها نمیتونه به نوعی بگیم صدی ایجاد بکنه، بلکه رفتارهای جمهوری اسلامی میتونه وضعیتی رو ایجاد بکنه که فشارهای به سعودی بیاره که بتونه اصلا این مسائل رو کنار بگذاره و با اسرائیلی ها به رابطهش رو عادی سازی بکنه. اما در شرایط کنونی پس واقعیت اینه که دولت سعودی با توجه به رفتاری که با روسیه و چین داشته، ما میدونیم که سعودی ها نزدیک 80 سال همپیمان نزدیک آمریکا بودن، اما در همین شرایطی که آمریکا با روسیه به نوعی بگیم جنگ سرد جدیدی وارد شدن، سعودی ها بارها به روسیه رفتن و بارها هم در منازعات قیمت انرژی طرف روسیه رو گرفتن و مشخصا این مسئله کاملا منتفیه که به خاطر رابطه با جمهوری اسلامی
سعودی بخواد رابطه با اسرائیل رو کنار بگذاره. این یک مسئله. دوم که میتونه مسئله اهمیت داری باشه اینه که اصلا در این صلح توافقی که بین سعودی و ایران بسته شده و همین پنجشنبه ششم آوریل هم در پکن دوباره نشستی بین وزرای خارجه این دو کشور انجام شده، واقعیت نفع اصلی و اساسی رو چین میبره. دولت چین دارای قراردادی نزدیک به 1000 میلیارد دلار با کشورهای عراق، کویت، عربستان، امارات و بحرین، و این دولت میدونه که اگر تنش در منطقه افزایش پیدا کنه، علل خصوص که اسرائیلی ها مرتبا اعلام میکنن که اجازه نمیدن بمب اتم توسط اجازه نمیدن جمهوری اسلامی دستش به بمب اتم برسه، میدونن اگه تنش افزایش پیدا بکنه این احتمال داره که جمهوری اسلامی به نوعی به کشورهای عربی حمله بکنه و این سرمایه گذاری کلان و این فرصت اقتصادی کلان چین رو به چالش بکشه. موضوع بعدی اینه که با فاصله بسیار زیادی چین بزرگترین وارد کننده نفت از خاورمیانه است، به طوری که چین در تلاش یک لوله ایجاد بکنه که از طریق پاکستان و از طریق بندر گوادر پاکستان بتونه اصلا نفت خاورمیانه رو به صورت لوله‌ای منتقل بکنه. البته ظاهرا این تر قرار ساپورتش از طرف دولت امارات انجام بشه، ولی خب در این شرایط جمهوری اسلامی تنها کارتی که داره در صورتی که به جمهوری اسلامی حمله بشه، به زیرساختای اتمی جمهوری اسلامی حمله بشه، تنها کارتی که در دست داره اینه که یک بحران انرژی ایجاد بکنه. حالا چه با بستن تنگه هرمز، چه با حمله کردن به زیرساختای انرژی کشورهای عربی از جمله سعودی و زیرساخت بزرگ انرژیش که آرامکو خونده میشه. در این وضعیت کشوری که ضررمند اصلی خواهد شد هم از لحاظ تأمین انرژی و هم از لحاظ افزایش قیمت انرژی چین خواهد بود. بر همین اساس چین تلاش کرده که حتی در ریزکاری های توافق بین ایران و سعودی حضور داشته باشه. شما توجه کنید این اتفاقی که امروز افتاده مهمترین نشانه است که ما بگیم در آینده نزدی نه سعودی ها و نه چین اعتمادی به جمهوری اسلامی ندارن، وگرنه این دو تا کشور خیلی راحت میتونستن با هم دیگه بشینن در یک پایتخت یکشون و توافقات خودشون انجام بدن. سپاسگزارم جناب عزیز. میدونم که یک سری مسائلی به خوبی باز نشد، ولی خب به بینندگان عزیزم این مسئله رو خدمتتون بگم که بینندگان عزیز، ما از جناب اگری قول گرفتیم که برنامه دیگر حضور پیدا کنند تا به بازگشایی بیشتر مسائل و این تحلیل های بهتر و مشکلاتی که موجود هست بتونه بازتر بشه. بر ترتیب، ظلم جهل است و جهل تاریک است، راه این فرقه سخت باریک است. بسیار خوب، در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. سپاس از همراهیتون و امیدواریم که با اشتراک گذاری هرچی بیشتر برنامه این اندیشکده ما رو در راه خردورزی و آزادی مهن یاری کنید. سپاس از چک نویس میدیا و همچنین تلویزیون ایران فردا که همراه تلویزیون آیدیا این مسئله رو هموارتر میکنن. زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی. پاینده ایران و تا درود دیگر، بدرود.